سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم میزان بلند بیکاری در کشور سخت نگران کننده می باشد و به همین علت بسیاری مردم دست به مهاجرت می زنند اتحادی کارگران با ابراز این مطلب می گویند که در کنار بیکاری کار شاق کودکان موزل دیگر است که تاکنون به آن راههای حل سنجیده نشده است این اتحادیه تاکید می برزد که اگر تدابیر جدی برای کاهش بیکاری در کشور روی دست گرفتن نشود ادامه این وضعیت سبب ای ایجاد بحران بزرگ و مردم خواهد شد. و اینجا برای بحث بیشتر معروف قادری رئیس اتحادی کارگران و کارکنان افغانستان با ما هستند. آقای قادری سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدیم شکر سلام به شما و بینندگان شما. سلامت باشین. دستاوردهایی که در این اواخر داشته این آقای قادری چی میتونه باشه؟ در مورد کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال نظر به اون فشارهایی که وارد شده یک کمیته ایجاد اشتغال در شورای وزیران ترتیب شده که بیشتر از 20 نهاد دولتی و غیر دولتی روی زو کار میکنن تا ای که بتانن این بیکاری را کاهش بدن و در کنار ازو ما تاکید ما مطابق ماده 145 قانون کار بر ایجاد شورای عالی کار هست ایجاد شورای عالی کار، مناسبات کاره و ایجاد اشتغال، روش کار میکنه و این ترکیب سه جانبه داره مطابق کنونسون 144 سازمان جهانی کار که قانون کار افغانستان حدودا 13 14 سال قبل در معرض تطبیق قرار گرفته تا با حال این ماده قانون جنبه عملی پیدا نکرده یعنی تطبیق نشده. با, با چه علت آقای قادری حلت معلوم است که خیلی از موارد قانون تا به حال در موارد مختلف نقص شده و یکی از موارد این ماده قانون هست و مثل از این موارد دیگه هم در قانون هست که به صورت درست تطبیق نمیشه در قانون کار البته این شورای کار هم ما سه چهار سال قبل سه شریک اجتماعی به دعوت سازمان جهانی کار که مقیم جنوا هستند اینا ما را دعوت کردن و یک نشستی را داشتیم تحت نظر متخصصین از مقرره مقرر تر ترتیب کردیم و او را آوردیم که به تصویب بره اما تا هنوز تصویب نشده امروز باز یک مرور و بازنگری کردیم تاکید کردیم که این باره تصویب شوا و در معرض تطبیق قرار بگیرد تا از این نشسته دخل. که شما اشراک کرده بوده این در جنیوا دقیقا چقدر مدت میگذره؟ حدودا چهار سال بگره. در ظرف چهار سال که ما این مقرره تصویب ترتیب کردیم تدوین شد اما این که آمد تا به حال جنبه تطبیقی نگرفته و تصویب نشده به مراجع بالایی چی است که نتانست این مقرره جنبه عملی بگیره؟ بارها و بارها ما تاکید کردیم اما اینا میرن به جای از اینکه کارهای تخصصی صورت بگیره و مطابق قانون و مطابق کنونسون ها به سلسله کارهای دیگه مشغول میشن که او نتایج مطلوب و در پی نمیداشته داشته باشه چون این ترکیب که است سه شریک اجتماعی است از هر شریک اجتماعی سه سه نفر می و اونا هم در رابطه با مناسبات کار و دعوت میکنن از متخصصین که وزارت خانه ها باشن نهادهای ملی باشن نهادهای بین المللی باشه نظریات از او را میگیرن تا که بتانن مناسبات کار تنظیم بکنن و ایجاد کار بکنن و نظارت بکنن از تطبیق قانون کار و نظارت بکنن از تطبیق کنونسون هایی را که افغانستان آقای قادری شما در برنامه های گذشته وعده کرده بودین که شما برای ایجاد شغل برنامه هایی را تنظیم کردین که چقدر شغل میتونه ایجاد دقیقا چقدر از اون برنامه های شما تا حالا توانست عملی بشه؟ شما می که ایجاد شغل وظیفه دولت افغانستان وظیفه کارفرمای افغانستان و نهادهای بین المللی که آمدن به خاطر حکومتداری خوب و به خاطر که افغانستان روی پای خود بیسته باید ایجاد شغل اونا بکنن اتحادی ما یک نهاد اجتماعی قوه فشار و نظارت کننده از تطبیق قانون کار و کنونسون های مرتبط به کار است اما آقای قادری شما با اون نهادها در جریان هستین چقدر اونا که ایجاد شغل بکنند؟ ایجاد شغل تا هنوز بنابر وضعیتی که حاکم است، اما وضعیت امنیتی که در روز به روز در ولسوالیا و در ولایات و راه های ها مشکلات خدا پیدا کرده و شما هم شاهد هستین که در امروز هم شاهدش بودیم که در کانتیننتال و موضوعات سیاسی هم که مشکلات را به میان آورده باعث نگرانی شده که سرمایه گذار جرأت نبکنه که در کشور ما بیاید سرمایه گذاری بکنه به خاطر ازی مسئولیت نه مالش داره و نه جانش داره به او اساس هست که ایجاد شغل بسیار به کندی پیش میره روی ازی ای کمیته که در شورای از ایران ایجاد شده با شدت کار داره که ما یکی از اعضای کمیته هستیم تا شغل ایجاد شود برای جوانای ما و شورای عالی کار که مطابق ماده 145 قانون کار هست در تمام کشورها عملی شده باعث از این که ای کار ایجاد شود اقتصاد کشور پویا شود و قانون من زندگی بکنه قادری این برنامه ها چه زمان عملی میشه میبینیم که بیکاری روز روز بر روز افزایش پیدا میکنه و دقیقا مردم ما و بیشتر جوانان در به مهاجرت ها میزنن. چه زمان این برنامه ها عملی می شود تا این جوانان کلی از اینجا از افغانستان برن و مملکت ترک بکنن خواست ما هم همی است و دادخواهی ما هم همی است فشاری را هم که وارد میکنیم کنیم همی هست که باید کار ایجاد شه و کار حق بشری هر افغان است به این حق خود دست پیدا کنن و این ماده قانون اساسی جنبه تطبیقی را بگیره نه اینکه در روی کاغذ بمانه و ما در تاقچه را بگذاریم به او اساس امی دادخواهی ها فشار ها و راهپیمایی هایی که در شرایط خیلی دشوار که جان ما تهدید میشد در سراسر افغانستان ما گفتیم کار حق هر افغان است ما کار میخواهیم بر برای جوان ها برای کسایی که کار دارن افزایش معاشات تعیین حد اقل مزد خواستیم که اینایی که کار میکنن 5000 6000 7000 ماش میگیرن خیلی پول ناچیز هست و زیر خط فقر هستن اما آقای قادری شما هایی که شما داشتین دقیقاً چه نتایجی توانسته به دنبال داشته نتایج یک تحرک آورده حکومت دارای ما را وادار به این ساخته تا زمانی که صدا بلند نشه تا زمانی که خواست نباشه توجه به او کمتر صورت میگیره ما از 4 پنج سال بری طرف تقاضای ما خواست و ما امی بوده که کار ایجاد شوه و مناسبات کار تنظیم شود و ماشات عادلانه پرداخت شود و کسایی که کار مساوی میکنن مزد مساوی برشان پرداخت شود در کنار ازو کار شاک اطفال که وقتی که شما میبینین که در افغانستان از یک طرف بیکو را داریم که باعث ایجاد کار برای اطفال شده که اونا با مزد کمتر کار بیشتر میکنن و اوی بالای روح و روانشان و برای اخلاقشان تاثیرات منفی را به جا کار شاق اطفال منه هست به خاطر ازی که ناناورای خانهشان ماششان ناچیز هست جوابگوی نیازمندی ها نیست و در کنار ازی پدران خود در طول جنگ ها از دست دادن ناناور خانه هستند اینا مشغول به کار شاق هستند که در قانون کار افغانستان و در های سازمان جهانی کار منع قرار داده شده این یک موزل بزرگ است دقیقا شما چرا حل تاونست تا حالا پیدا کنید؟ برای و کار شاق. بله برای کار شاق اطفال رای حل را که ما پیشنهاد کردیم و نهادهای زیربت سازمان جهانی کار و کنفترسون ها روی ازی کار دارند باید کار شاق اطفال منع قرار داده شود و خاطر ازی که سازان جامعه هستند ما انتظارات بلندتر از ایا داریم برای از اینا مکاتب ایجاد شود و در اون مکاتب اینا بتانند درس بخوانند و یک مدد ماشی هم کسایی که ناناور خانه هستن برای زیوا پرداخت ما این خواست ماست امیدوار هستیم که ای خواست ما جامعه عمل بپوشه و نهادهای زیرفت و حکومت افغانستان به این رابطه گامای عملی را بردارند تا ای که کار شاق اطفال منع شود در کنار ایزو شما میدانین که ما ارقامهای که از وزارت مواد مخدر به دست آمده بیشتر از 3 میلیون ما جوانی را داریم که معتاد به مواد مخدر شدن اینا هم به نحوی بیکار هستند کسایی که معتاد میشن اینا نمیتونن کار انجام بدن اینا هم بیکار هستن و این باعث نگرانی جدی ما هست که اگر جلوه ایتیاد به مواد مخدر گرفتنش از پخش ازی گرفتنش و قاچاق برای که پخش میکنن در بین مردم ایرا جلب زیاره و شکل جدی دولت افغانستان نگیره ما انتظار یک فاجعه را داشته باشیم در هر خانه ما یک ببین آلت سه میلیون یا سه میلیون انسان جوان که معتاد به مواد مخدر میشه یک بخشی از جامعه را تشکیل میده این تاثیرات منفی داره و این پیامدهای منفی داره باعث دزدی سرقت باعث پیامدهای منفی دیگه در جامعه به. ما میشه که روزانه 3 قادلی... میلیون آدم اگر صد افغانی بله بله را جوانانی که آرکوتر. در حال حاضر رو به مواد مخدر آوردن اینا هم تعداد زیادشون جوان ها هستند که بیشترشان به خاطر بیکاری این میکنن دقیقاً شما چه رای حل تا حالا توانستین در این عرصه پیدا بکنین؟ با نهادهایی که مسئول از شما چقدر در جریان هستین و چقدر توانستین که جلو این موضوع بگیرین؟ این مسئولیت حکومت دارا و مسئولیت از اوناست و ما بارها این صدا را هم از طریق رسانه هم از طریق راهپیمایی و هم از طریق طرحهای پیشنهادی خود پیشکش کردیم که متوجه شوند به این قصه و اینا حق و حقوق دارند مطابق قوانین افغانستان باید دولت افغانستان از اتباع خود حفاظت و حراست بکنه وقتی که میبینه دولت افغانستان که در حضورشان در روز روشن ای جوان ما از اعتیاد به مواد مخدر جانای خود از دست میدن و شما ببینین سه میلیون انسان اگر روز 200 افغانی را اینا فقط در بدن و حریق بکنن به اقتصاد افغانستان چه قصدم موارد میشه؟ بشه بلاوی از اینا کار کردن میتونن و عاید ندارن یک انسان مصرفی میشن و یا اقتصاد خانواده ها را ضربه مهلک وارد میکنه آقای قادری طرحی که شما دارین چقدر از شما توانستین با حکومت در جریان بگذارین و چرا این طرحهای شما بیشتر عملی نمیشه علت در کجا هست ما این طرحها را بارها و بارها به با دولت به ریاست جمهوری به وزارت خانه در کمیته هایی که خدمت شما گفتم کمیته اشتغال زایی، در شورای عالی کار در جلساتی که ما سه شریک اجتماعی داریم این نگرانی های ما را به صورت جدی مطرح کردیم و از دولت خواستیم که مکلفیت و مسئولیتتان است به این مکلفیت و مسئولیت, تان مکلفیت و مسئولیت تان رسیدگی بکنین که مردم این توقع و انتظار از شما دارن روی ماشات ما ببینیم ما طرح به ریاست جمهوری دادیم و به وزارتخانه خانه ها دادیم در جلسات مطرح کردیم مطابق قانون کار است و این هم یکی از بندهای قانون کار است یکی از ماده های قانون کار است که تعیین شوه حد اقل مست 14 سال از تصویب قانون کار گذشته در طول 14 سال چرا عملی نشده آقای قاضی شما حد اقل مزد چقدر تعیین کردید؟ حد اقل مزد ببینید یکی زنده ماندن است یکی زندگی کردن است اون کسایی که ما زنده بمانند یه چیز بخور و نمیر برشان داده شود که او را نظر به وضعیت اقتصادی نظر به آید سرانه نهادهای زیرب نشست کردند در شش جلسه ما دوازده هزار افغانی را بالاخره با در نظر داشته وضعیت اقتصادی حداقل مستین مستعین کردیم که از او دوازده هزار هیچ کار فرمای خصوصی دولتی هیچ کس کمتر داده نتانه اگر کمتر داد باید تحت پیگرد قرار بگیره اما از دوازده هزار به بالا هر قدری که نظر به تخصص استعداد دانش تحصیل می باشه برای از ما حرفی نداریم یکی زندگی کردن است اگر ما بخوایم هر فرد افغان زندگی بکنه در شرایط کنونی برای هر فرد هفتاد هزار افغانی باید ماش پرداخت بکنن تا او بتانن امو ضروریات زندگی خود مرفوع بکنن و زندگی بکنن حالا در جواب پاسخ شما دقیقا وزارت مالی پاسخشان چه بوده و حکومت این نهادهای زیربط حکومتی بود غیر حکومتی بود اسای مرکزی بود وزارت کار بود کارفرماها بود کارگرها که ما نمایندگی میکنیم در وجود بودیم همه ما توافق کردیم اما وزارت مالیه یک کلام میگه که ما بودیجه نداریم ما تقاضای ما ای است که بین به که عدالت تامین شود مردم ما که امروز ارقام داده میشه که 40 درصد مردم زیر خط فقر است همه از بیکار نیستند. او کسایی هم هستند که ماش ناچیز 7000 6000 یا خودش و خانوادهایشان زیر خط فقر است ما میگیم که اینا از زیر خط فقر بیان بالا لا دوازده هزار ماشات متفاوت اختیاری سلیقه‌ای که در وزارت خانه ها پرداخت میشه و 22 هزار مشاورین محترم استخدام شده و بر از اوها ماشات بسیار گزاف داده میشه بین از اوها یک چیز بکاهید به یا بیافزایید تا زیر اگر بله. وزارت مالیه با شما توافق نکنه شما چی میکنید ما پارلمان مراجعه میکنیم مرجع تقلید پارلمان است که مراجعه کردیم و کمیسیون تشکیل بودیجه مراجعه کردیم حکم رئیس جمهور ما در این رابطه داریم که تعیین شود حد عقل حکم رئیس به جمهور در این عرصه باید جنبه عملی پیدا بکنه که یک نیاز جامعه است حق مردم است یا حق برشان داده شود خیلی خوب از این حکم رئیس جمهور خیلی مدت هم میگذره چرا توجه حکومت اینقدر کم از حکم رئیس جمهور بیشتر از دو سال یا بیشتر از اون میگذره اما تا به با حال باید از اون نهادهای حکومتی سوال شوه اگر ما مردم ضعیف کارگر یک حکم عملی نکنیم و فوری بالای ما مراجع میرسند که که از, از, بسیار مراجع بلند لوی سارن ولی ورتش فساد و مک و فلان و فلان و فلان من اسما تحقیق میکنن وقتی که حکم داده و ما او را عملی کردیم چرا نهادهای زیربط حکومتی او را جنبی عمل نمیپوشانن و حکم رئیس جمهور را تطبیق نمیکنن تطبیق بکنن تا ای که نارضایتی مردم کاش پیدا بکنه از زیر خط فقر این بالا و ما انتظار کار بهتر از کارمندا داشته باشیم به خاطر ازی عقل سلیم در بدن سالم است یک آدمی که خودش سالم نباشه یا کارمند خودش سالم نباشه ما تو کار به از او انتظار داشته باشیم ما روی کار شایسته مساودهش ترتیب کردیم این رو روان کردیم برای برا، برا مراجع زیرب که کار شایسته باید عملی شود ای یک کنونسون است ای مطابق قانون کار باید عملی شود کار خوب یا کار شایسته که ماشات مناسب باشد تا این حد اقل مصورت بگره قانون کار تطبیق شود ماکولات به نرخ روز باید پرداخت شود که ماده 61 قانون کار حکم میکنه که ماکول نان چاشت کارمندان به نرخ روز پرداخت شود اما شما ببینین که این طرح شما در حال حاضر آماده, آماده کردیم؟ ما این طرح آماده کردیم جلسات, محت... جلسات متعدد ششتیم با شرکای اجتماعی سیستم با حکومت ششتیم ایر ما هشتاد افغانی ماکول نان چاشت پیشنهاد کرده بودیم ایره بالاخره در اثر میانجیگری پ افغانی همه گی توافق کرد وزارت کار شرکای اجتماعی کارفرما کارگر همه ما توافق کردیم روان کردیم که جنبه تطبیقی پیدا بکنه امیدوار هستیم که حال بودیجه پاس شده شامل بودیجه شده باشه و لااقل ماکولات کولات از ای این کارمندان افزایش در آیا درجه ما او روان کردیم هم به وزارت خانه ها و هم به پارلمان به کمیسیون تصویب بودیجه تا اونا ببینن و این یک خواست مشروع است حکم رئیس به جمهور است باید این جنبه عملی خدا پیدا بکنه و در کنار از شما ببینید که برای 12 پاسا بر برای 14 ای ما پول مسلکی داده نمیشه اما برای لسانس ها و برای ماسترا و دکترا داده میشه این کسایی که 12 هم خوانده و 14 هم خوانده اینا حق و حقوق دارن ما برای زیام در نهایت تا عمرش 800 افغانی برای 12 پاسا و برای 14 پاسا ما 12 صد افغانی او پیشنهاد کردیم که لاقل پول مسلکی به او که داده میشه برای از اینام داده شوه تا امی نارضایتی و ضمن از او عدالت هم شوه نظر به تحصیل هر کس همون حقش برش پرداخت شوه چالش هایی که صدرهای شما است چی میتونه باشه؟ بیشتر چه هست؟ چالش شما ببینید در جامعه وقتی که میگن راست بگو اگر راست گفتی سر اکثر مردم خوش نمیخوره ما همین دادخواهی ها و ما یک قوی فشار پذیرفته شده هستیم یک شریک اجتماعی هستیم یک نهاد غیر دولتی هستیم مستقل و دموکراتیک هستیم وظیفه ما هست که ما فشار وارد بکنیم بالای نهادهای دولتی تا قوانین تطبیق بکنن قانون اساسی هم باید تطبیق شود قانون کار هم و مقررات مرتبط با کار و کنونسون هم باید تطبیق شود در عدم تطبیق از مشکلات در جامعه است نارضایتی است بی عدالتی است ما به خاطر تحقق عدالت ما تلاش میکنیم اما موانع سر راه ما یک بار یک آدم ایره که هیچ مناسبتی با ما نداره او را در جان ما پیش میکنن یک بار دیگه یک دسیسه دیگه میسازن یک بار دیگه میگن دفاتر کاری از یاره بگیرن ما در حالی که از پول اقل ازویت اعضای ما خریداری کردیم قواله شریر در دست داریم ما از سی سال به این طرف زلیت داریم و هر روز در ولایات ما به جای که یک خانه با ما بدن به جای دفتر کاری با ما بدن ما را تشویق بکنن شما به خاطر حکومت داری خوب کار میکنید آقای این چالش ها چرا برای شما ایجاد میشه کی ها این چالش ها را شما این چالش ها را فکر میکنم ما خوا... نه ماش میگیریم از, از دولت نه امتیازات از دولت میگیریم و مالیه دهنده هستیم ما با افغانستان هستیم بر دولت افغانستان مالیه پرداخت میکنیم و مسئولیت ها و مکلفیت هایی که دولت داره تامین امنیت داره و حقوق داره, وقوق داره، وقوق یعنی شما میگین حلقاتی هستن که قزن این کار بله حلقات هستن که صدای رسا و صدای دادخانه و و قوی فشاری که ما هستیم این حلقات میخوان این صدا خاموش شود و این صدا صدای ملت است صدای ما تنها نیست صدای مردم از خواست مردم است و در تمام جهان چه غربی است چه شرقی است های کارگری وجود دارند اساسنامه دارند اصول خود دارند و اینا فشار وارد میکنند تا ای که قوانین تطبیق شود حق طبقه مظلوم از ظالم گرفته شود و تا... کسایی که کارگر هستند شما میفهمین که همیشه با چشم حقیر در جوامع به یاد دیده میشه و به خواستهایشان کمتر پاسخ داده میشن. ما یک قوه فشار هستیم و این قوه فشار هم می که دور بکنن تا ای که مسئولیت شغلی از بین بره تا ای که قانون کار در محلات تطبیق چالش ها وجود دارد چقدر به خواست های این مردم رسیده, رسیده که خواهد شد فشار های ما همی هست خواست ما همی و ما ایر از پای نمیشینیم شب و روز تلاش میکنیم و هر راه پیمایی میکنیم دادخواهی میکنیم تمام فشارهایی که لازم است در سطح ملی و بین المللی وارد میکنیم تا ما قانون من زندگی کنیم زمانی که قانون من زندگی کردیم اتباع حقوقش مساوی هست این تبعیضاتی که در حال حاضر است تبعیض از من در قوانین من قرار داده شده قادری، اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه باز هم شما راهپیمایی خود ادامه میدید ما بیشتر از این راهپیمایی ما را ادامه میدیم و این یک خواست بشری هست ما یک قوه فشار هستیم وظیفه ما هست ما صلاحیت داریم که راهپیمایی کنیم تظاهرات کنیم های مطبوعاتی را بگیریم صدای ما را کس خاموش کرده نمیتونه تا به تجارب گذشته چقدر این راهپیمایی شما نتیجه خواهد داد امین نتایجش هست که امروز شورای عالی کار ایجاد میشه امین نتایجش هست که کمیته اشتغال زایی برای جوانان ایجاد میشه امین نتیجه هست که قانون کار به با بازنگری میره و قانون کار ما غنیتر میشه و را برای کارگر و کارفرما فراهم میکنه امین نتایجش هست که امروز سازمان جهانی کار از افغانستان راپور تطبیق کنونسون ها را خواسته که راپور برای ما بدین و او راپور را ما باید تایید بکنیم با این اساس این فشارها خالی از نتایج نیست و نتایجی در پی داره به نفع ملت نه به نفع کارفرما و نه به نفع حکومت به است که قانون تطبیق میشه رضایت مردم حاصل میشه فاصله کمتر میشه قادری در پایان برنامه هستیم و به عنوان پاسخ اخیر پرسش اخیر این که قانون کار چه زمان بازنگری خواهد شد قانون کار بازنگری شده ما شش جلسه ششتیم نهادهای زیرت، شرکای اجتماعی، وزارت ها، اصلاعات اداری، متخصصین ملی و بین المللی ما ششتیم قانون کار بازنگری کردیم و رفته به تصویب فقط اونا تصویبش بکنن او خود ما دسترسی نداریم در دا داخل اونا باید ایر تصویب و توشه بکنن و در جریده رسمی پخش شود و عملی شود خیلی سپاس معروف قادی رئیس اتحادیه کارگران و کارکنان افغانستان از شما در زیربنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز زحال حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 17 بود یک یورو 84 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی با و 51 پول یک در همه مراد 16 افغانی و 83 پول هزار تومان ایرانی 16 افغانی هزار کلدار پاکستانی 613 افغانی و 7 پول و هزار کلدار هندی 1098 افغانی و 8 پول و این هم قیمت تلاف یک گرم تلای کویتی 2650 افغانی یک گرم تلای سنگاپوری 2480 افغانی یک گرم تلای بحرینی 2600 افغانی یک گرم تلای عربی 2500 افغانی یک گرم تلای ایرانی 2100 افغانی و یک گرام تلای روسی 2000 و این هم قیمت مواد اولیه یک کیلو شکر 4لو ۹ افغانی یک بریارد خارجی ها۱۰ یک بری برنج خارجی ۲۴۰ افغانی یک لیتر تیل پترل 4هت افغانی و یک کیلو گاز ش سپاس از همراهیتان تایندم تا, تا برنامه بعد خدا نگهت